به نام خدا. حکایتی سه درویش. یکی بود یکی نبود. در روزگار قدیم سه تا درویش بودند که با هم زندگی میکردند و هر کدامشان هرچی به دست می آوردن با هم میخوردند و شکر میکردند. یک روز در کوه پشت یک سنگ بزرگ دور از چشم یونان نشسته بودند و با هم گپ میزدند. از تصادف روزگار شاه با وزیرش از اونجا بعد از شکار تیر می شدند. شاه دید که صدای سه نفر می آید که با هم گرم گفتگو هستند. با وزیر اشاره کرد. هر دویشان بدون از اینکه درویشا متوجه شوند استاده شدند و به حرفای اونا گوش دادند. یک از اونا می گفت: می فهمین ما دیگه از کوگردی و از اینجا رفتن و از اونجا رفتن خسته شدیم. دلم میشه کاش که یک روز شوه که دختر پادشاه را بزنی بگیرم و از زندگی آرام و بی دغدغه را شروع کنم و از نعمتهای خداوند بهره ببرم. دیگهش میگفت مامامتو، ولی اگه دختر وزیرم نصیبم شوه برم کافی است. سیو میگفت من از خدایم میخوایم که فقط رستگار شوم و اگه زن خوبی هم نصیبم شد شاکر هستم. شاه از وزیر خود پرسان کرد اینا کیستن؟ وزیر جواب داد اینا سه تا درویشی هستند که کم و بیش با آبادی می آیند و باز به کو برمی گردند. وقتی که شاه به قصر بازگشت فرستاد که او سه درویش به حضورش بیارند. وقتی که اونا را آوردند شاه به اونا گفت شنیدیم که شما قصد و آرزوی همسری دختر ما و وزیر دارید. هرچی بوده و هرچی شده و هرچی در دلتان است بگوید. مامورای ما به ما گفتن و هر یک از شما اگر نیت خودش نگویه کشته میشه. حال دیگه خودتان میفهمید. اونا اول ترسیدن و از پادشاه امان خواستن. وقتی که پادشاه به اونا گفت که اطمینان داشته باشه که شما در امان هستید، اونا تمام واقعه را بدون کم و زیاد بیان کردن. شاه از صداقت اونا خوششان آمد و گفت من سالا پیش به خاطر دخترم یک درویش میخواستم، کسی که فقیر باشه و چشمش در مال من نباشه. طول نکشیده بود که عروسی درویش اول با دختر پادشاه و درویش دوم با دختر وزیر سربرا شد و سیومی بدون همسر ماند. ولی با خوشی به او دو درویش دیگر گفت خدای مکریم است، من زن را که میخوایم یک روز خواد گرفتم. اطمینان داشته باشین که خدای ما بزرگتر از پادشاه و وزیر است. بعد از عروسی دو درویش پادشاه اونا را خواست و با اونا گفت شما دیگه با آرزوی خودتان رسیدین و باید زنایتان بگیرین و بر جایی که میخواین برین. اونا هم قبول کردند و زنایشان را گرفتند و طرف بیابان حرکت کردند. اما خبر به درویش سیومی ندادن که کجا میرن و چی میکنن. رفتن و رفتن تا به جایی رسیدن که دیدن یک خیمه اونجا و ایده با خوشی در زیر خیمه زندگی میکنن. دو درویش با هم اختلاف کردن. یکیش میگفت که حق ماست که من باید داخلی خیمه زندگی کنم به خاطر که همسر من دختر پادشاه، و دیگیش میگفت که نه خیر، من باید داخلی خیمه زندگی کنم. اونا در بین خود اختلاف کردن و به جان هم دیگه افتادن. هر دویشان خنجرهای تیزی را کشیدن و در شکم یک دیگه داخل کردن. هر دویشان از پا افتادن و مردن. خب بشنویم که درویش سیومی چی کرد. درویش سیومی که چند روزی از اونا خبر نیافت بعد فهمید که اونا از شهر خارج شده. پرسان پرسان به دنبال اونا رفت تا ای که اونا را در زیر یک خیمه در یک بیابان پیدا کرد و دید هر دو دوستش یک دیگه خود را کشتن و زنایشان زیر خیمه سرگردان و گریان مانده. به سراغ اونا رفت و اونا را دلداری داد. بعد هر دو را وادار کرد که همراه اونا به شهر و آبادی دیگه برند. اونا هم قبول کردند. رفتن و رفتن تا به شهر رسیدند. یک از اونا سکه داد تا برا او برشان غذا بیاره. درویش به بازار رفت تا غذا و نان آماده کنه. وقتی که به دکان رسید صاحب دکان سکه او را دید و به او گفت این سکه را از کجا آوردی؟ درویش گفت
ما خادم و فرمانبری دو دختر هستم. ویسکه از اوناست. بر ما دادن تا برشان خوراک و نان تهیه کنم. دکاندار بود گفت: خجالت نمی کشی مرد، تو را چی به نوکری دو دختر؟ تو همینجا کدمه باش، ما با تو یک کار را نشان می توم که فایده بسیار زیاد دارد و تا آخر عمر براحتی زندگی کنی. درویش قبول نکد و گفت: نه، من به نعمتهای خودم خیانت نمی کنم و باید پیش اونا برم. تو هم هرچه داری برای خودت خوب است. دکاندار وقتی دید کرفش خریدار نداره، لعن گفت و گوره ایواز کد و گفت: خب مشکل نیست، معلوم میشه تو آدم بسیار خوب استی. پس بیا در باغ من، یک چند دقیقه میشینیم و کمی میوه بخور و با او دو دخترم ببر. درویش قبول کد و دل به خدا بست و گفت: درست است. دکاندار او را به باغی برد که 7 سال کسی اونجا داخل نشده بود، از ترس مار بزرگی که در اونجا خانه داشت و قصد دکانداری بود که مرد سربنیست کنه و سکی او را بگیره. مرد داخل باغ شد. ناگهان صدایی را شنید که به او گفت: بیا داخل و نترس. درویش گفت: با امید خدا پیش میرم، ببینم که چی میشه. داخل باغ شد. باغ بزرگی بود و پر از میوه و غرق در گل و گیاه. ناگهان باز امو صدایی را شنید که برش میگوید: بیا پیش، مردمی شهر 7 سال است که در این باغ نامدن و از این باغ گریزان هستند و فکر میکنن که یک اژدهار بزرگ در داخل زی است. حالان که اینجا 7 گنج است و 7 گوهر، اونا را به تو نشان میتون که برداری و قصر بزرگ بسازی و دیوالای باغ هم تا که میتونی بالا ببری. درویش هم قبول کرد و رفت و 7 گنج و 7 گوهر را گرفت. با پیش دختر پادشاه و وزیر رفت و جریان به اونا قصه کرد. مدت تیر نشده بود که قصر ساخته شد و آماده شد و بعد دختر شاه و وزیرم به قصر آورد. دمی ایام روز شاه و وزیر به او شهر آمد تا از وضعیت مردم آگاه شوند. او درویش به پیششان رفت و اونا را دعوت کرد. اونا هم دعوتش را قبول کردند و آمدند در قصر درویش. درویش پس از پذیرایی اونا برشان گفت: من امشب برای که شما تنها نباشین، دو دخترم در اتاقای پالی شما میخوابانم و صبح یک راز بزرگ بر شما میگم. صبح شد و شاه به درویش گفت: هرچند من پادشاه مملکت هستم، ولی به خاطر که دیشب تو میزبان ما بودی چیزی نگفتم. ای چی کار و ای چی گپ بود که شاه گفتی؟ درویش گفت: من منظوری نداشتم. شاید نفهمین که دختر شما در اتاق پالو تنها خوابیده و دختر وزیر در اتاق دیگر. شاه با تعجب به او گفت: تو کمی به نظر ما آشنا میایی، آیا تو همو درویشی نیستی که به ما گفتی من از پادشاه و وزیر چیزی نمیخوام و از خدای بزرگ چیزی میخوام؟ خدای ما کریم است. درویش گفت: چرا، خودم هستم. پادشاه به اندازه خوشحال شد که حد نداشت و بعد درویش همه چیزی که اتفاق افتاده بود مو به مو تعریف کرد. پادشاه فوراً دستور داد که تمام کشور را آذین بسته کنند و با پاس نیکوکاری و صداقت و خداپرستی درویش، هر دو دختر را به نکای او درآورد. پایانی حکایت. خود استاد، خدا کنه که قصه خوشتان آمده باشد. آها، فراموش نکنم که چینل سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا قصه و حکایت دیگه، خداحافظ.